ابتدا برای بینندگان ما بگین سازمان ملل اصلا چه کمک‌هایی به ایران در زمینه مواد مخدر میکنه که این نهادها از جمله سازمان شما خواستار مشروط کردن این کمک‌ها شده؟ بله، درود بر شما. ببینید، سازمان ملل در واقع دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل سالهاست که پروژه‌هایی در ایران داره و با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. یکی از این پروژه‌ها در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هست، یعنی که هم تجهیزات میدن، هم آموزش میدن و هم کمک مالی میکنند. حالا چیزی که اینجا مهمه اینه که در قانون بین الملل جرائم مربوط به مواد مخدر جزو جدی‌ترین جرائم محسوب نمیشن و صدور حکم اعدام برای این جرائم ممنوعه. به همین دلیل سازمان ملل یا یک دفتر سازمان ملل نمیتونه همکاری کنه در پروژه‌ای که منجر به اعدام‌های بیشتر میشه. ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی از یک طرف خب از طریق این همکاری میتونه افراد بیشتر رو دستگیر و اعدام کنه، از طرف دیگه از این همکاری به عنوان مشروعیت دادن به اعدام ها استفاده میکنه. باید به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای مقابله با جرم که اعدام نمیکنه، چون کسایی که در واقع اعدام میشن به اتهام مواد مخدر جزء ضعیفترین اقشار جامعه ان. حتی اگه جرمی رو مرتکب شده باشند از روی فقر وارد این کار شدند. خود جمهوری اسلامی بارها گفته که اعدام پیشگیری نکرده از نه قاچاق نه اعتیاد. دلیل این که اعدام میکنند اینه که میخوان مردم رو بترسونند، میخوان از اعتراضات جلوگیری کنند و این افراد در واقع متهمان مواد مخدر قربانیان کم هزینه سیاست اعدام هستند. به همین دلیل ما میخوایم در واقع هزینه این اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی بالا ببریم. یکی از راهاش اینه که جامعه جهانی فشار بیاره و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل هر گونه همکاری رو مشروط کنه به توقف این اعدام. جناب امیر مقدم، شما تو گزارش خودتون یک اشاره هم داشتین به آمار اعدام‌هایی که در ایران در سال 2023 شده و آمار تفکیکیش در مورد جرایم مواد مخدر. اول لطف کنید این آمار رو برای بینندگان ما هم یک اشاره‌ای داشته باشیم و دومی که شما اشاره فرمودین به اینکه جمهوری اسلامی داره اعدام می‌کنه برای اینکه ترس و رعب و وحشت رو در میان مردم ایجاد بکنه. متأسفانه در جامعه ایران اعدام افرادی که متهم مواد مخدر هستن زیاد تأثیر رو جامعه نداشته. چرا پس جمهوری اسلامی اینقدر شتابان داره این کار رو میکنه؟ بله، ببینید، در واقع سال گذشته میلادی بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران 834 نفر اعدام شدند که 471 نفرشون اتهامشون جرائم مواد مخدر بود، یعنی که بیش از 50%. یعنی سال گذشته ما هر روز بین 1 تا 2 نفر اعدام داشتیم برای جرائم مواد مخدر. اینکه جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها برای ارعاب استفاده می‌کنه، منظور من اینه که برای ترسوندن مردم که اعتراض به حکومت نکنند. بلکه اصلا دلیل اینکه افرادی حالا دنبال جرائم مواد مخدر میرن اصلا دلیلش اعدام بودن اعدام یا نبودن اعدام نیست، بلکه فقر و کلی مسائل اجتماعی دیگه است. ولی مسئله مهم اینه که ببینید جامعه ما حساس نیست نسبت به این اعدام ها. سال گذشته وقتی که 8 معترض رو اعدام کردند، در ازای هر اعدام هم مردم در داخل ایران، هم نهادهای حقوق بشری، هم جامعه جهانی واکنش نشون دادن، محکوم کردند، حتی بعضی تحریم ها رو علیه نهادهای سرکوب اجرا کرد اتحادیه اروپا. در ازای 471 اعدام متهم مواد مخدر هیچ اتفاق نیفتاد، یعنی که حتی اسامی شاید 10 نفرشون را مردم نشنیده باشند. و این میدونی راه سرکوب مؤثر سرکوبیه که مردم احساس نمی کنند که این داره سرکوب، یعنی جزوی از سرکوب هست. اعدام متهمان مواد مخدر تبدیل شده به یک امر عادی، یک امر روزمره. اینو باید تغییر بدیم. هر کدوم از این اعدام ها در واقع یک اعدام سیاسی است.
ما باید حمایت کنیم از خانواده های این افراد، روایت های این افراد رو بیاییم در موردشون صحبت کنیم. جمهوری اسلامی میگه اینا سوداگر مرگن، نه اینا نیستن، اینا افرادی هستن مثل من، مثل شما، مثل کسانی که توی محلمون زندگی میکنن، قربانیان 40 سال حکومت فاسد جمهوری اسلامی هستند که به این راه کشونده شدند. و امروز کسانی که اعدام میشن نه رهبران گروه باندهای بزرگ قاچاق که عمدتاً شاید با خود حکومت در ارتباط هستن، بلکه افرادی هستن که به خاطر فقر، به خاطر بلایی که همین جامعه سرشون آورده وارد این مسئله شدن و امروز دارن اعدام میشن که بقیه مردم رو بترسونن. جناب احمدی مقدم، شما خودتون هم اشاره کردیم این قضیه که در واقع 400 و چند نفر کشته شدن. خب حالا ریاکشن مردم داخل ایران به خاطر اینکه عرض کردم به خاطر متاسفانه واکنششون نسبت به این موارد جدی نیست، اما در عرصه بین المللی چرا در واقع سازمان ملل کاری نکرده و این بیعملیش باعث شده شما و سایر نهادها تلاش کنین که این رو به گوش سازمان ملل برسونین؟ دقیقاً یکی از دلایل عمده همینه. ببینید، ما به عنوان سازمان حقوق بشر ایران و احتمالاً گروه‌های دیگه هم به نوبه خودشون این کار رو می‌کردن، ولی امروز نیاز هست که همه ما با هم باشیم. ببینید، این بیانیه حالا به 84 نهاد ایرانی و بین‌المللی رسیده. این در نوع خودش بی سابقه است، اونم به خاطر کسانی که به اتهام مواد مخدر قرار اعدام بشن یا اعدام شدن، یعنی که بی صدا ترین قربانیان سیاست یا در واقع ماشین اعدام حکومت رو امروز میخوایم بهشون صدا بدیم، به همون دلیلی که شما گفتید که حتی سازمان ملل هم در این مورد واکنشی نشون نداده. ولی اینقدر این امروز فقط روز اول این اقدام مشترک است، اینقدر ما در واقع این کارزار رو ادامه میدیم که هم سازمان ملل مجبور به واکنش بشه، هم حساسیت مردم در داخل ایران بیشتر شه و هم جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شه، چون که میدونیم که فقط وقتی که هزینه سیاسی بالا میره جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. بله، سپاسگزارم از شما دکتر محمود امیر مقدم، پزشک و مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ.